χάσει στο παιχνίδι, όλες στο παιχνίδι και σου όλες τις υποδιαγές. Χάσει κοντρόλ λεφτά, πώς δεν είναι πιο σωρά. Κοντρόλ λεφτά, κοντρόλ λεφτά, πώς δεν είναι πιο σωρά. Είστε σωρά, πιο σωρά. بسم الله الرحمن الرحیم نام خدا مهربان ته یکم پروژه ما که هست راجع به حوزه های نیروی زیر نظر استاد محترم آقای حامد سیرت رئیس پانزه انجینری مؤسسه تحصیلات عالی هستیم فهرست مطالبه که شامل حوزه آبریز نحوه تشکیل حوزه چگونگی تشکیل شکل ظهیری حوزه که یعنی به چه قسم شکل ظهیری جور میشه و کنش های هیدرولوژیکی انتقال میان حوزه ای ششم هدف از انتقال حوزه به حوزه دیگر یعنی چی هدف داره و حوزه ها از نظر حقوقی و سیاسی و در اخیر هم انواع حوزه آبریز حوزه آبریز میگم وقتی که بارندگی میشه به کوهستان ها و به هر مناطق که بارندگی میشه به ارتفاعات بلند که بارندگی میشه در اثر شیبی که داره همین آب جریان پیدا میکنه و به ارتفاع پایین و پستی پسترین جایی که عمق زیاده به منجوگا همه جمع بشه از طریق چندین شاخه و از مسیر را بالاخره بر اساس شیبی که داره میره شما بده رودخانه به داخل رودخانه ها و دریاچه ها و اقیانوس ها میرزه نوه شکل یعنی به یک شکل که اکثر میبینیم مثلا این بارندگی شده از چند منطقه بر اساس شیبی که بوده بیام از هر نهیه به یک قسمت ختم شده چرا؟ چون یک قسمت که هست پسترین یا عمیقترین نهیه اون قسمت ها یک هست به نهترین که جریان پیدا کرده بیام در با داخل رودخانه ها و بیانیس ها شده یک پسترین مکان یک حوزه که هست شامل شامل دریاچه ها و باطلاق و اقیانوس و غیره میشه که به شکل هم مشاهده میکنیم یعنی قسمت چگونگی تشکیل شکل ظهیری میگم شکل ظهیری که هسته به مستقیم بر شیب بر اساس شیب که به دو شکل مستقیم به مارپیچ مستقیم که هسته اگر شیب زیاد باشه یعنی فیسیدی میل زیاد باشه سرعت آب زیاده شکل مستقیم خطیر بخو میگیره اگر شیب کمتر به مرور زمان سرعت آهسته‌آهسته شکل مارپیچ بخو میگیره یعنی حرکت از ارتفاعات بلند میایه شیب که کمتر باشه شکل مارپیچ داره شکل هم میبینیم میگه واکنش های هیدرولوژیکی در قوات مختلف حوزه که بر اساس مساحت بر هکتار واکنش هایی که مثلا بزرگتر از یک میلیون باشه بسیار کنده از 100,000 تا یک میلیون کم نسبتا کنده باز به این ترتیب یک میلیون هکتار مساحتی که از مثلا از بزرگتر یک میلیون باشه واکنش های هیدرولوژیکی حوزه که هسته بسیار کنده باز بین 100,000 تا یک میلیون کمتره و از 10,000 تا 100,000 نسبتا کنده و از 1,000 تا 10,000 متوسط و از 100 تا 1,000 شدیده و کوچکتر از 100 بسیار شدیده و کنش های هیدرولوژیکی انتقال میان حوزه ای میگم انتقال از یک حوزه به حوزه دیگر بر اساس ریتای که میشه اونو فراحوزه نامیده میشه اصطلاحی که برای تشریح بیان طرح انسانی انتقال ودیت به کار میره این طرح حوزه ابریز داره حوزه دیگر که کمبود آب دارد یعنی یک حوزه که کمبود آب داره توسط دخالت انسان بر اساس راهی که میسازن یا کانال یک حوزه به حوزه دیگر آب انتقال میدن هدف انتقال از این تولید الکتریسیته بیشتر هم گفتیم کمبود آب مثلا یک حوزه کمتر آب داره یک حوزه دیگه بیشتر آب داره به منظور تولید برق الکتریسیته و همچنین کاهش کمبود آب که باشه هدف اینه که اینو با هم ارتباط میدن وصل میکنه اگه اوزه به اوزه بله دیگه پروژه انتقال آب میان اوزه که هست اغلب به مقیاس های بزرگه مثلا و یک پروژه های بسیار زیاده که خیلی وقت هم در بر میگیره که در وقت
على اساس كاست على اساس جيران التغار اوبتون هو استفاده الشيب الزميني من يريد جرايش ممكن نيه يعني انا مش كف على طريق الشيب نور من دغا بعض مواقع رابدي حتى نياز از پمپاژ های بسیار کلان و از سیستم های لوکشی و کانال کشی نور من دغا رابدي كي يعني يك خيلي ازيني زياده نياز داره اوزو از نظر اقتصادي و اقتصادي اوزو كاست مثلا در موقعیت جغرافی هست این رو که ببینیم مثلا از شیب نظر به کره زمین که هست ما شما میفهمیم که دایره شکل یا بیضه‌ای شکله یعنی آب همیشه در جریان به یک منطقه استادیه از بعض کشور رو عبور میکنه حتی مثلا موضوعی بسیار جنجال برانگیزه مثل موضوع حقابه و اینا که فعلا هم افغانستان خود ایران این مشکل داره این موضوعی که مثلا اون میگه این طرف ما شیب داره میایه و بالاخره میگه حتی ما هست بالاخره به مراتب پیچیده و پیچیده تر این موضوع انواع اوزو که هست به سه قسم اوزو اقیانوسی، اوزوهای رودخانه و اوزوهای بسته هست اوزوهای اقیانوسی که هست سرانجام به اقیانوس ختم میشه یعنی از دریاچه و رودخانه و باطلاق اینا هم میگه میره سرانجام به اقیانوس ختم میشه تو به شکل مشاهده میکنیم دوم که هست اوزوهای آبریز رودخانه سرانجام از طریق جویبارا و بالاخره هرچی که هست به اوزوکشی که میشه به رودخانه اینا ختم میشه حوزه های بسته شکل هم میبینیم یعنی هیچ راهی دیگه نداره فقط اومیه به قسمت جمع بشه در قسمت انشاب نداره فقط راه از اون تبخیره که فقط از طریق تبخیر میشه که خروج کنه شکل هم که میبینیم فقط این قسمت حوزه یک باران بارش بیامه داخل ذخیره شده و راه خروجی چیزی نداره این حوزه بسته میگم منابع هم که از گرفته شده از کتاب هیدرولوژی به استرانمی جناب استاد آقای احمد سیرت و از سایت اینترنتی ویکی‌پدیا و غیره گرفته شده و من الله توفیق